ارتش سودان گفته است که کنترل مقر رادیو و تلویزیون ملی این کشور را در روز سهشنبه از گروه شبه نظامی رقیب که حدود یک سال است با آن در حال ستیز است بازپس گرفته است نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی مقر رادیو و تلویزیون سودان را در اولین هفته های درگیری که در اوایل سال گذشته آغاز شد تصرف کردند ارتش در بیانیه ای در ظهر روز سهشنبه اعلام کرد که ساختمان های مقر فرماندهی در شهر امدرمان را از دست جنجویان آر اف که از منطقه گریختند در اختیار گرفته است ارتش سودان همچنین تصاویری را در فضای مجازی منتشر کرد که سربازان خود را در داخل مقر نشان میداد اما هیچ اظهار نظری تا کنون از سوی آر اف در این رابطه انجام نشده است درگیری در خارتوم و دیگر شهرها در سراسر این کشور شمال شرق آفریقا را ویران کرده در منطقه قلبی دارفور هم با حملات خونبار و خشونت آمیز نیروهای آر اس اف این جنگ شکل دیگری به خود گرفته و هزاران نفر در خلال آن کشته شدند. در ماه ژانویه دادستان دیوان کیفری بین المللی گفت که او یافته های روشنی مبنی بر وجود دلایلی که هر دو طرف مرتکب جنایات جنگی در دارفور شدن را در اختیار دارد. به گفته آجانس های سازمان ملل بیش از ده میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خود و گریختن به مناطق امن در داخل سودان یا کشورهای همسایه شدند.